مامان فرض میکنیم که این گفتگو اصلا انجام نشده باشه، ما چیزی نشنیدیم. شما اشتباه برداشت کردی، من از شما اجازه نمیگیرم. من خواستم بهتون بگم که اول از من بشنوین. فارس، مگه تو به هم یاد ندادی که هیچ کسی حق نداره تو اینجور تصمیم گیری یا دخالت کنه؟ ها خیلی خوب، بفرمایی سوب سر میشه. راستش انتظار نداشتم که این ماجرا یه شبه حل بشه. بذار به دینا زنگ بزنم بفهمه. منم به عفیف زنگ میزنم. چه کاریه؟ به جفتشون زنگ بزن. الان به جفتشون زنگ میزنم. دینا سورپرایز میشه. نمیفهمم چرا اینطوری به قضیه نگاه میکنین. این یه اتفاق خیلی خوب برای لیلا خانومه. حق دارن ازدواج کنن. نمیتونین جلوشون وایسین. سوریا جدی میگی؟ تو این سن ازدواج کنه؟ ای بابا، تو و فارسو درک نمیکنم. چه ربطی به سن داره؟ هممون قرار نیست درکشون کنیم. چون هیچ کدوممون مثلش از عشق محروم نشدیم. ما به این موضوع احترام گذاشتیم. احترام نذاشتیم. سوریا، میشه وکیل بودن رو تموم کنی؟ بعدم این چیزی هستش که نمیتونی درکش کنی. اون چیه؟ به هم بفهم. خلیل، اون چیه که شما فکر میکنین تا این حد تو ازدواج کردنش غلطه؟ خب به ما بفهمونین. چه لزومی داره؟ بفهمونین حرفا چه لزومی دارن؟ میخوای به چی برسی؟ خانواده؟ بچه میخوای؟ کسی بهتون فشار آورده که رابطتون رو رسمی کنی؟ ها، نکنه برای آینده دور امید و آرزو دارین. آره؟ حرف بزن. تو چی؟ یه چیزی بگو. چی بگم خلیل؟ بیشتر از این چی بگم؟ تو داری حرف میزنی، درسته؟ یعنی چه نیازی داره؟ میشه بگی؟ این زن امید و آرزوهاشو به خاطر شما عقب انداخته. باید ممنون باشین که زندگی بهش یه فرصت دوباره داده.